زبان ما قاصر است از شکر نعمت اقبال به قرآن در کشور. بنده هر وقت مشاهده می کنم در خبرها یا در تلویزیون که جوانان ما در سراسر کشور به قرآن اقبال دارند، از ته دل خدای متعال رو شکرگزاری میکنم. نعمت بزرگی است. ما این نعمت رو و عظمت اون رو درک میکنیم که در دورانی دیدیم که در کشور ما حفظ قرآن و تلاوت قرآن رونقی نداشت. در دوران رژیم طاغوت علاقمندان به قرآن همه جا بودند، اما رونق و عمومیت و شیوع اقبال به قرآن در کشور وجود نداشت. امروز نگاه میکنیم به برکت جمهوری اسلامی، میبینیم جوانهای ما، مردان ما، زنان ما، نوجوانان ما به قرآن علاقه و گرایش نشان میدند، قرآن رو فرا میگیرند، تلاوت قرآن رو می آزمایند، قرآن رو حفظ میکنند. اینها البته هدفهای برتر و نهایی نیست. هدف نهایی فهم قرآن و عمل به قرآن است، اما اینها قدمهای لازم ابتدایی است. اگر قرآن در جامعه رواج پیدا کند، رونق پیدا کند، حفظ قرآن رایج بشود، انس با قرآن در بین اقشار مختلف جامعه رواج پیدا بکند، جامعه به عمل به قرآن نزدیک می شود. ما این رو می خواهیم. قرآن نور است، قرآن هدایت است، قرآن بیان است، تبیان است، قرآن با انسان حرف می زند، با دل انسان حرف می زند، با باطن انسان حرف می زند. با قرآن باید مانوس شد، به قرآن باید نزدیک شد. اولین بهره رو دل آماده و مستعد انسان میبره. اگر دیدید دلتون به قرآن نزدیک است، خدا رو شکر کنید. اگر دیدید معارف قرآنی رو با آسانی قبول میکنید و در دل میپذیرید و تحمل میکنید، بدانید که خدای متعال اراده کرده از شما رو هدایت کنه. فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام و من یرد ان یضله یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. خاصیت قرآن اینه، اگر دل شما به قرآن نزدیک شد، اگر انس با قرآن پیدا کردید، بدانید خدای متعال اراده کرده شما را هدایت کنه و این بزرگترین نعمت الهی است.